خب عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز، امروز برای شما یک نوار قلبی رو فراهم کردیم که یک چلنج ساده ای توش هست و قراره که این چلنج رو با هم دیگه حلش بکنیم. اول برای یک 10 ثانیه به شما فرصت میدم تا نوار قلب رو مشاهده بفرمایید، مخصوصا اون لانگ لید رو، لید دوی که این پایین هست رو مشاهده بفرمایید تا ما ادامه بحث رو داشته باشیم. خب همونطوری که مشاهده کردید و احتمالاً حد زدید، این بیمار دچار یک نوع بلوک هست. همونطوری که میبینید شما موج پی هایی پیدا میکنید در این نوار قلب، در این لانگ لید که QRS ندارن، درسته؟ خب این اولین چیزی که به ذهن ما میرسه این هست که این بیمار دچار بلوک هست از نوع درجه 2، هرچند که باید مراقب باشیم گاه گداری پی هایی که ما پیدا می کنیم و QRS ندارن ممکنه اصلا بلوک درجه 3 باشن. البته این نیاز به ترک کردن همه امواج پی هست که ببینیم دقیقا کجا افتادن، و اگر به این نتیجه برسیم که این پی ها ارتباطی به QRS ندارن میشه complete heart block که میشه بلوک درجه 3. ولی در این مواردی که شما می بینید و پی های پیدا شده که به شکل یکی در میون QRS ندارن، الان تو این تصویری که میبینید من به ترتیب براتون میخونم: PQRST، پی که QRS نداره، PQRST، پی که QRS نداره، PQRST و پی که QRS نداره. در واقع این یه نوع بلوک درجه 2 هست که به شکل یک در میان یا 2:1 داره در واقع رخ میده. خب همونطور که مستحضرید بلوک درجه 2 خودش به دو نوع موبیت سی تایپ 1 و موبیت سی تایپ 2 تقسیم بندی میشه. در حالت عادی خیلی سخت نیست موبیت سی تایپ 1 یا همون ونکباخ رو از موبیت سی تایپ 2 تشخیص بدیم. کافیه که شما موج پی که پیدا میکنید رو که QRS نداره رو به قبلش برگردید، پیار اینتروال ها رو نگاه کنید. اگر پیار اینتروال به تدریج طولانی شد تا اینکه یه پی اومد که QRS نداره، اون وقت میگیم این بیمار دچار موبیت سه تایپ 1 یا ونکباخ هست. اگر بیمار خدمت رو عرض بکنیم که پیار اینتروال های ثابت داره تا اینکه پی اومد که QRS نداره، اونجا میگیم موبیت سه تایپ 2 داره. حالا بحث ما امروز این هست اگر ما یک نوار قلبی داشته باشیم که به شکل 2:1 بزنه، یک در میون بزنه، اون وقت تکلیف چی هست؟ ما که دوتا پیار اینتروال پشت هم نداریم که بخوایم ببینیم آیا به تدریج طولانی شد یا نشد. تو این شرایط ما میایم چند تا معیار رو در نظر میگیریم که امروز قراره در مورد همینها با شما صحبت کنیم. ببینید دوستان، به شکل کلی بلوک‌های درجه 2 گره ایوی یا در خود گره رخ میدن یا در زیر گره رخ میدن. معمولا وقتی تو خود گره رخ میدن به اینها میگیم موبیت سه تایپ 1 یا ونکباخ، که پیار اینتروالا به تدریج طولانی میشه تا اینکه یه پی بیاد که QRS نداشته باشه. اما وقتی که بلوک ها در زیر گره ایوی رخ بدن، اصطلاحا انفرانودال باشن، زیر گره ایوی باشن، اونجا دیگه خدمتتون عرض بکنیم که بلوک درجه 2 نوع 2 مطرحه یا موبیت سه تایپ 2 مطرح هست. این تو حالت نرمالش. حالا وقتی ما در واقع بلوک 2:1 داریم و دو تا پیار اینتروال پشت هم نداریم، باید این چند تا معیار رو داشته باشیم. 1. اگر شما پیار اینتروالتون به شکل کلی همین پیار اینتروالایی که دارید، مثل همینجا، مثل این پیار اینتروالی که از اینجا تا اینجا دارید، پیار اینتروال هم تعریفشو میدونید، ابتدای پی تا ابتدای آر هست، نرمالش هم 3 تا 5 تا خونه هست. اگر پیار اینتروالامون طولانی باشن به نفع موبیت سی تایپ 1 یا ونکباخ هست. پس اولی معیارمون اینه، اگر پیار اینتروالا بیش از 5 تا خونه باشن یا 5 تا خونه یا بیش از 5 تا خونه باشن، تقریبا طولانی باشه، به نفع ونکباخ هست. برعکس اگر پیار اینتروالا کمتر از 4 تا خونه باشن، به نفع موبیت سی تایپ 2 هست. پس این اولین معیار. دومین معیار، اگر QRS ما واید باشه، یعنی احتمالاً ما یه بلوکی اون قسمت پایینی فسیکول راست یا چپ داریم، درسته؟ اگر QRS ما واید باشه به نفع موبیت سی تایپ 2 هست.
و اگر مثل این تصویر QRS ما نرو باشه، یعنی باریک باشه، نرمال باشه، به نفع ونکباخ هست. تا اینجای کار ما یک پیار اینترول طولانی اینجا داریم، نسبتاً طولانی، 5-5.5 تا خونه هست، خب به نفع ونکباخه. QRS ما هم که نراه، به نفع ونکباخه. این شد دو مورد. سومین مورد هم این هست، ما تو بالین بیمار هستیم، اگر بیمار رو بیایم سمپاتیکش رو تحریک بکنیم، مثلا یک ورزش ملایم بدیم، یه تحریک دردناک بکنیم و سمپاتیک بیمار تحریک بشه، و اگر پیهای بدون QRS زیاد بشه تو این تحریک، این احتمالاً موبیتس تایپ 2 هست. موبیتس تایپ 2. پس اگر سمپاتیک تحریک بشه و موج پیهای بدون QRS خدمت تو عرض بکنیم که زیاد بشه، موبیتس تایپ 2 هست. اگر پاراسمپاتیک تحریک بشه، یعنی این که مثلا ما کاروتید رو ماساژ بدیم، همین تصویری که شما دارید، البته مراقب باشیم کنتراندیکه نباشه، اگه کاروتید رو ماساژ بدیم و پاراسمپاتیک رو تحریک کنیم و موج پیهای بدون QRS بیشتر شد، اون وقت میشه ونکباخ یا موبیتس تایپ 1. پس موبیتس تایپ 1 با تحریک پاراسمپاتیک بیشتر میشه و موبیتس تایپ 2 با تحریک سمپاتیک بیشتر میشه. من یه آبی بخورم. خب دوستان، پس موبیتس تایپ 1 با پاراسمپاتیک بیشتر تحریک میشد و تعداد پیهای بدون QRS بیشتر میشد، و موبیتس تایپ 2 با تحریک سمپاتیک پیهای بدون QRS بیشتر میشد. تا حالا سه تا دونه در واقع معیار به شما گفتم. یک بار دیگه مرور میکنم. یک، اگر پیار اینتروال طولانی باشد، بیش از 5 تا خونه باشد، به نفع موبیتس تایپ 1 است، و اگر کمتر از 4 تا خونه باشد، به نفع موبیتس تایپ 2 است. دو، اگر QRS ما واید باشد، به نفع موبیتس تایپ 2 است، و اگر نرو باشد، به نفع موبیتس تایپ 1 است. سه، اگر سمپاتیک رو تحریک کنیم و تعداد پیهای بدون QRS بیشتر شود، موبیتس تایپ 2 احتمالاً هست، و اگر پاراسمپاتیک رو تحریک کنیم و خدمتتون عرض بکنیم که تعداد پیهای بدون QRS بیشتر شود، موبیتس تایپ 1 یا ونکباخ است. چهارمین مورد هم که EPS هست، مثل همیشه. ما در نهایت اگر به هر دلیلی نتوانستیم، با هر معیاری نتوانستیم در واقع اون آریتمی، اون بلوک رو تشخیص بدیم، بیمار رو EPS میکنیم، الکتروفیزیولوژیک استادی یا مطالعه الکتروفیزیولوژیکی، که من بهش میگم نقشه برداری الکتریکی از قلب، که آریتمی ها رو، بلوک ها رو دقیقا جاشو و نوعشو به ما میگه. ولی خب تو بالی ما سعی میکنیم از اون سه تا در واقع معیار ابتدایی که بهتون گفتم استفاده بکنیم. نکته آخرم این هست، ما چیکار بکنیم با این موبیتس حالا تایپ 1 یا 2 که نسبت 2:1 داره؟ خب طبیعتاً بیمار برادیکارد میشه دیگه. تو این شرایط بیمار برادیکارد میشه. تو این شرایط ما خب درمان برادیکاردی رو که انجام میدیم، ولی درمان نهایی اگر اون عامل بلوک ریورسیبل نباشه، یعنی اون دلیلش مثل بیماری لایم، مثل بعضی داروهایی که باعث تخریب کامل در واقع گره ایوی میشن، مثل ام آی خود گره ایوی، آسیب شدید به گره ایوی، تو شرایطی که گره ایوی و یا زیر گره ایوی که بلوک ایجاد کرده نتونه برگرده به حالت عادیش، ما مجبوریم براشون پیس میکر یا پیس دائم براشون بذاریم، پی پی ام یا پرمننت پیس میکر بذاریم. البته در ابتدا ما براشون پیس موقت میذاریم، تی پی ان میذاریم، تمپرری پیس میکر میذاریم، اما بعد یه مدتی، حالا چند روز، دیدیم که نه، این بیمار قابل برگشت نیست، پیس موقت رو تبدیل به پیس دائم میکنیم. حالا انشالله توی یک جلسه دیگه من کاملا در مورد پیس میکر، انواعش و اینکه چطوری اصلا استفاده بکنیم، چطوری تنظیمش بکنیم، کاملا در مورد پیس میکر برای شما توضیح خواهم داد. و پس در نهایت درمان نهایی ما برای بیماران بدون برگشت بلوک درجه 2، حالا چه نوعی، چه نوع 2، مخصوصا نوع 2 در واقع پیس میکر هست. یه نکته آخرم خدمتتون بگم و تمام. نکته آخرم اینه که ما یک سندرومی داریم به اسم سندروم استوک آدامز. سندروم استوک آدامز که در واقع علائمی از
هموداینامیک هست که مختل میشه، مثل افت فشار خون، مثل سرگیجه، مثل تغییرات نبض، مثل حتی تغییرات تنفس. این تغییرات معمولا تو موبیتس تایپ 2 بیشتر از موبیتس تایپ 1 است. دقت بکنید دوستان، پس شما باید حواستون در موبیتس تایپ 2 بیشتر از موبیتس تایپ 1 باشه، چون علائم سندرم استوک آدامز یا خود استوک آدامز تو بیماران دچار موبیتس تایپ 2 مثل بیماران کامپلیت هارت بلاک یا CHB بیشتر هست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و نکات خوبی رو در مورد تفاوت بین موبیتس تایپ 1 و موبیتس تایپ 2 در بلوک های 2 به 1 کسب کرده باشید. خیلی ممنونم، موفق باشید.